به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم. عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت تک تک شما دانش آموزان عزیز، با آرزوی قبولی طاعات و عباداتتون و انشاءالله که حالتون خوب باشه. خدا قوت میگم بهتون. قبل از اینکه مبحث امروز رو آغاز بکنیم و سوالات آزمون امروز رو بررسی بکنیم، یه نظرسنجی داشته باشیم از شما بابت سوالات. این سوالاتی که شما مشاهده کردید امروز و آزمون دادین، دقیقا سوالات آزمون تیسوشان 1399-1400 هست. این آزمون که تجربه کردید نظراتونو برای من بگین ببینم چطور بود. آسون بود؟ یه چند نظر دیگه هم به این برسه من دیگه شروع میکنم. آسون نبود؟ قسمت هایی که براتون سخت بود یا فکر میکنین دچار چالش شدید تناقض داشت با اون چیزی که شما فکر میکردید آزمون در اون سطح و بعد این با این سطح و این سطح سوال مواجه شدید چی بود؟ اونها رو هم برام بگید. آفرین، آسون که نبود ولی سخت هم نبود، این جواب بهتر. بعضی آیه داخل کتاب نبود، درسته؟ بعضی آیه داخل کتاب نبود، درسته؟ آیاتی میاد که تو کتاب نیست. با سوالات مرشد خیلی فرق داشت، تا حدودی تناقض داشت. از دوران تاریخی فکر نمی کردم سوال بیاد، این چالش بود. بسیار خوب. خب حالا من صحبت هم بکنم، باز بعد از صحبت های من اگر نظری باز داشتید و توجیه نشدید، باز من پیام های شما رو چک میکنم و بهتون جواب میدم. ببینید دانش آموزای عزیز، آزمون های تیسوشان خب میدونید از سه بخش، حالا استعداد تحلیلی که بحثش خیلی تخصصیه و بعد آزمون های اختصاصی دارین، آزمون های عمومی دارید. متاسفانه بچه های ما برخلاف این که حالا آزمون های عمومی رو خیلی درصد بالاش میتونه بهشون کمک بکنه، آزمون های عمومی رو خیلی جدی نمیگیرن و فکر میکنم مبنا رو بر این میذارن که درسی مثل قرآن و پیام های آسمانی درس حفظی هست و اگر همون آخرا بیان بخونن و حفظش بکنن میتونن درصد خوبی بزنن. با توجه به این مسئله و این اشتباهی که برای بچه ها و دانش آموزان جا افتاده، یه بخش از این اشتباه برمیگرده به اون نظام آموزشی ما که در مدارس متاسفانه خیلی بهش اهمیت داده نمیشه. شما ممکنه حتی توی مدرسه خاص باشید ولی برای تا به الان تو پای هفتم، هشتم و به نهم که رسیدید دبیر غیر تخصصی برای قرآن و پیام های آسمان رو تجربه کرده باشید. پای هفتم شما که اصلا تو آزمون ها نیست، تو مخصوصا پیامش، ولی نسبت به آیات قرآنش حالا صحبت میکنیم. پای هشتمتون تو آزمون تیسوشان هست، هم پیامش هست هم قرآنش هست، و پای نهم هم همچنین هم قرآن هم پیام رو شما کامل در آزمون تیسوشان خواهید داشت. سوالات آزمون تیسوشان اصلا بر چه سبکی میاد؟ چرا با سوالات مرشدی که من خوندم تناقض داره؟ چرا با تستایی که از کتابهای کار متفاوت من داشتم تناقض داره؟ چرا با تستا و سبکی کاری که معلممون سر کلاس کار میکنه تناقض داره؟ چرا وقتی من سوالات رو نگاه میکنم خیلی راحت نمیتونم این سوالات رو علامت بزنم به جواب درست برسم؟ علتش عدم تسلط شما بر مفاهیم قرآنی هست. سوالاتی که الان شما داشتی، تازه یکی دو سالی هست که سوالات به این سبک و سیاق اومده، یعنی امیدوار هستم که امسالم طراحان سوال ما همین سبک سوال رو انتخاب بکنن. منظورم از این سبک سوال، اون حالا نمونه سوالش رو من جلسه آینده برای شما حتما PDF رو خواهم آورد. اگر هم همکار عزیزمون
سوالات مثلا 95 96 رو برای من آماده کنید که بچه های عزیزمون ببینن. قبلا سبک سوالات طوری بود که یه حجم از آیات می اومد، مثلا از همون کتاب قرآنتون که شما دارید، کتاب قرآن درسیتون، مثلا سوره تقابن رو بیارید، فکر میکنم درس نه قرآنتون باشه، نه قرآن نهم فکر میکنم این باشه، سوره تقابن رو بیارید آیاتش رو نگاه کنید، 10 تا آیه از این رو برمیداشتن طراح سوال برداشته بود و بعد با توجه به اون سوالات سوال آورده بود. خب اینجا چه اتفاقی میفته؟ اینجا اگر من دانش آموز با مفهوم این آیات آشنا نباشم و ندونم آیه داره چی میگه، چه مفهومی رو مطرح میکنه، من قطعا نمیتونم سوالات رو جواب بدم و این همون تناقض است، این همون چالش است، این همون دوگانگی هستش. پس برای این که ما بتونیم به یک نتیجه مطلوب برسیم باید آیات رو، حالا من کل یک آیه رو نمیگم، ببینید بچه‌های عزیز، این که میگید آیات داخل آزمون نبود، علتش این توی داخل کتاب نبود، تو کتاب قرآن شما شاید نباشه، ولی تو کتاب قرآن هشتمتون قطعاً هست، تو قرآن هفتمتون قطعاً هست، حتی ابتدایی اگر شما خونده باشید. ببینید طراح سوال مجاز آیاتی رو که شما 2/3 رو ترجمهش رو خونده باشید در آزمون بیاره، در گزینه ها اون رو انتخاب بکنه و بیاره. پس مطالب سوالی از پایه 8 و پایه 9 هست، ولی آیات رو اگر آیاتی باشه که شما مفهوم اون آیات رو 2/3 اون آیه رو بتونید تشخیص بدید، اون آیه مجوز اومدن در آزمون رو داره. پس این که بگیم آیات در کتاب نبود، شاید آره تو کتاب پیامتون نیست، نه نیستش، تو کتاب قرآنتون هست، تو کتاب قرآن هشتمتون هست و قرآن هفتمتون چه بسا عبارتهاش مربوط به اون باشه. خب این از این نکته که خیلی لازم بود حتما بدونید. پس حالا ما وارد بررسی این آزمون ها میشیم، همین آزمون. بله ببینید این دقیقا نمونه آزمونی هستش که برامون آوردن. ببینید آیات رو میبینید، سوره تقابن هم هست، بله دقیقا همون سوره تقابن که من حضور ذهن داشتم از قبل. آیات رو ببینید، این یک متن آیه اومده، یعنی تا آیه 9 سوره تقابن رو آورده، بعد اومده سوالات رو مطرح کرده. بیت شعر داریم میبینیم، صفت ثبوتی رو حالا قبلا بچه‌ها داشتن، شما دیگه الان حذف شده براتون. معنی یوم رو در آیه مختلف شما باید بررسی میکردیم، باز بیت شعر اومده. این سوال مال پیام هشتمتون هست، ببینید وقف، برای وقف سوال اومده و الی آخر. این سبک سوالی بود که قبلا بر این سبک می اومد. حالا یکی دو سالی شده سوالات به سمت همین سبکی که الان داریم، همین سوال رو می خوایم داشته باشیم، به این سبک سوال الان مطرح میشه و امیدواریم امسال هم به همین سبک باشه. یعنی این سبک خیلی راحت تره و بهتره تا اینکه اون سبکی بخواد سوال بیاد. خب آزمون از تو کتاب هشتم نهم بود، خوب بود. اینا که خیلی سخت تره، میشه از این سبسالا حل کنیم؟ آره من از اون سبسالا براتون میارم، یکی دو مورد هست اون سبسالا رو تو یک جلسه براتون بررسیش میکنیم، ولی فعلا ما با همین سبک کار کنیم. این چند تا آزمون رو، یکی دو تا آزمون از این سبک بهتون میدم، دو تا آزمونم از همون سبک بهتون میدم که اگر هر دو سبکش براتون اومد با مشکلی مواجه نخواهید شد انشالله. برای اینکه آیاتی رو قرائتش رو آیات قرآنی نه شما نیاز به حفظ هیچ آیه ای ندارید، فقط آیاتی که حفظی هستن تو پیامتون همون آیات رو حفظ بکنید کفایت میکنه. اون هم ببینید از شما آیه نمیخواد طراح سوال که عین اون آیه رو بخواییم بیارید.
بخواد عین اون آیه رو بیارید. نه، مفهوم هم ترجمه کلمه به کلمه نیست. شما قطعا اگه بخواید بیاین الان قرآن هشتمتون و قرآن نهمتون رو ترجمه کنید، کلمه به کلمه ترجمه کنید، خیلی زمان میبره. همینقدر که شما ترجمه رو بخونید، برداشتتون رو از اون آیه بدونید که مثلا با فلان شعر ادبیاتتون تطابق داره یا نداره. ببینید سوالات ترکیبی هست، قرآن با پیام ترکیب شده، پیام و قرآن با مطالعات. امسال حتی شاهکار داشتیم یک سوالی رو که تو همین دوره تاریخی ترکیب شده و بر اساس اطلاعات عمومی که شما دارید باید به این سوال جواب میدادید. و دیگه این که گاه هم با ضرب المثل میاد ترکیب میشه، با ادبیات ترکیب شده. پس بنابراین داره طوری اینجور که جلو میره. ما فقط قرآن رو و پیام رو با ادبیات ترکیب داشتیم که امسال سال 52 با مطالعات هم ترکیب داشت، که سوال خیلی ساده ایه، یعنی میتونستین به راحتی بهش جواب بدید. خب من پیام های شما رو میبندم و شروع میکنم به بررسی سوالات. باز اگر سوالی بود به سوالاتتون جواب میدید. شماره 51 گفته کدام یک از آیات شریف زیر در مورد راه‌های دستیابی یا تقویت ایمان به خدا نیست؟ این دقیقاً متن سوال. ببینید متن سوال دقیق از کتاب نهمتون درس دومتون. درسته؟ کتابتون الان اگه باز بکنید کتاب نهم درس دوم دقیقاً متن سوال شما هست. راه‌های دستیابی یا تقویت ایمان سه تا راه بود. یاد و ذکر خدا بود، انجام کارهای نیک و دوری از گناه بود و دیگه الگو قرار دادن انسان‌های مؤمن بود. این سه تا راه رو داشتیم. حالا میایم نگاه می‌کنیم ببینیم که گزینه‌هایی که برای ما داده کدوم یکی از اینها جز این راه‌ها نیست. گزینه یک. هو الذی خلقکم فمنکم کافرون و منکم مؤمنون والله بما تعملون بصیر. من اینا رو ترجمه میکنم بعد ببینم شما چه جوابهایی دادید. تو آیه اول گفتش اون خدا کسی هستش که شما رو آفرید، پس بعضی از شما کافر شدید، بعضیتون مؤمن شدید. خدا به کاری که دارید انجام میدید نسبت به کاری که انجام دید بصیر بیناست. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، اطاعت کنید خدا رو و اطاعت کنید رسول رو. فإن تولیتم فإنما علی رسولنا البلاغ مبین. ببین من دیگه الان برای این آیه من همین اطاعت اینجا که فقط بگم اطاعت کنید همین اطاعت کردن برام کفایت میکنه که من جوابم رو بگیرم. میشه یاد خدا، درسته؟ یا عمل نیک، حتی یاد خدا هم میشه، اطاعت از دستورات هم میشه، کار نیک هم میتونیم توش در نظر بگیریم. یعنی من اگه از اینجا تا اینجا رو بلد نباشم ترجمه کنم لطفی به جواب سوال من نمیخوره. این که میگم لزومی نداره همه آیه رو بلد باشید حتما و وقتتون رو بذارید این که کلمه به کلمه رو بخواید ترجمه بکنید، علتش اینه. اگر شما بخواید کلمه به کلمه رو ترجمه کنید خیلی وقت کم میارید. حتی اگر اون سبک سوال مثل سوره تقابل بخواد بیاد، شما اونجا بخواید یک بار بیاین کل اون سوره رو ترجمه کنید و باز دوباره برید به سوالات و باز از سوال دوباره برگردید به اون آیات، خب این خیلی وقت شما رو میبره در حالی که شما اینقدر زمان ندارید. توی شماره 3 گفته لا اله الا هو و علی الله فلیتوکل المؤمنون. این هم باز بحث توکل میاد، بحث یاد خدا میاد. این تقرض الله قرضا حسنا یضاعف لکم و یغفر. این هم قرض دادنه. ببینید اصلا نمیخوام همه رو بدونم، بحث قرض دادنه. قرض دادن میشه یک کار نیک، یک کار نیک که باعث تقویت ایمان میشه. خب بریم ببینیم شما چه گزینه رو علامت زدید. گزینه 1 دیگه چه جوابهایی دادیم؟ خب
بسیار عالی. اکثریت گزینه یک رو علامت زدید و کاملا درسته. خب دیدین، پس راه حل جواب دادن تست های این چنینی سوال پیام جواب از قرآنه. آیا این چهار تا آیه آیاتی بودن که انصافا شما باهاش کاملا بیگانه بودید؟ تو کتاب پیامتون نبود، تو کتاب‌های قرآن هشتم و نهمتون هم نبود؟ آیا اصلا به گوشتون نخورده بود؟ قطعا به گوشتون خورده و قطعا این آیات رو داشتید. حالا یه خورده جواب‌های شما با تأخیر برای من میاد. بریم سوال، این درسته، بریم سوال 52. من گفتگوی شما رو ندارم. یه عده 4 زدن، قرض دادن رو گفتن، یه عده گزینه 1 زدن، یه عده گزینه 4 زدن. خب حالا سوال 52 رو بررسی کنیم، یه بررسی داشته باشیم، سوال 52 رو گوش کنیم، بعد باز اگر زمان بود باز بیشتر به سوال 51 خواهیم پرداخت. خب بیشتر اینو توضیح خواهیم داد. من میخوام چون قرآن هشتمتونم امروز یک بررسی بکنم، یعنی نحوه خوندنش رو بهتون یاد بدم، سعی میکنم سوالات بررسی بشه، جواب اجمالی رو شما بگیرید، خودتون رو یک محک بزنید، بعد نحوه خوندن رو بهتون یاد میدم چطور بخونید. از جلسه دیگه کامل دستتون میاد آزمون های تیسوشان به چه سبکی هست و نحوه خوندن، روش خوندنتون رو عوض خواهید کرد. سوال 52 گفته در کدام دوره تاریخی کشورمان در شرایطی تقریبا مشابه دوره کنونی از نظر جنگ نرم بوده است؟ جنگ نرم چی بود؟ دقیقا همون شبیخون فرهنگی بود، یعنی اینکه یک سری از عقاید، آداب، رسوم‌ها، یک سری از افکار منفی رو وارد کشور بکنه و جوان‌ها رو بیشتر، خانواده‌ها رو مد نظرش داشته باشه، تمرکز بگیره رو اونها، شبیخون فرهنگی رو اجرا بکنه. تو جنگ نرم باید ببینیم این چهار گزینه در طول تاریخ چه کار کردن. آیا مغول‌ها جنگ نرم داشتن به نظرتون؟ مغول‌ها تا جایی که من یادمه و شما یادتونه و شما خوندید و شنیدید، مغول اصلا روحی خشنی داشت. چی میدونست از جنگ نرم؟ اینا اصلا دنبال تبلیغات منفی و ساختن فیلم و نمیدونم شبیخون فرهنگی نبودن. اینا دیگه حمله میکردن، جنگ تن به تن رو انتخاب میکردن و حمله میکردن و خیلی هم وحشیانه حمله میکردن. دوره صفوی هم همینطوری بوده. در دوران صفویه هم جنگ ها به حالت تن به تن بوده. قزلباش های صفوی معروف هستن اینها دیگه. این در دوره صفوی هم ما جنگ نر نداشتیم. بعد میرسه دوره زندیه. در دوران زندیه باز هم جنگ به صورت روبرو بود، حتی گاهن مثلا در جنگ های خندق رو حفر میکردن، دیوار دور تا دور منطقه خودشون دیوار میکشیدن، یعنی چیزی از جنگ نرم در دوران زندیه مشاهده نمیشه. ولی کم در دوران قاجار که ختم میشه به دوران پهلوی، در دوران قاجار شبیخون فرهنگی و جنگ نرم وارد ایران میشه. از طریق چی؟ کشورهای مثل روسیه و انگلیس که در کشورمون احاطه داشتن و ما تقریبا یه جورایی تحت سلطه افکار و عقاید انگلیس و روسیه بودیم. این جنگ نرم در دوران قاجاریه خیلی پررنگ بود و بعد در دوران قاجار باز به دوران پهلوی کشیده میشه. در دوران پهلوی حتی کشور ما ایران به عنوان یه معمن و یه مکان امنی برای کشور آمریکا بود. پس با توجه به توضیحات و با توجه به اطلاعاتی که خودمون میتونستیم داشته باشیم، زمینه ای میتونیم سوال گزینه 4 رو به راحتی علامت بزنیم. ببینم شما چه گزینه رو انتخاب کرده بودین.
آفرین. ببینید جنگ نرم همه جا میگین هست. حالا ببینیم چه گزینه رو انتخاب کرده بودیم؟ چهار. کسی هست غیر از چهار گزینه زده باشه؟ اکثرا چهار زدید. خب بسیار عالی. خیلی خوبه. پس اطلاعات مطالعاتیتونم خوب هست. خب بریم سراغ سوال 53. تو سوال 53 سوال که مال پیامتونه دیگه، سوال مال پیام نهمه، گزینه ها تاریخی هستن. سوال مال پیام، گزینه ها ادبیاتن. سوال مال پیام، گزینه ها قرآنی هستن. ما گفتیم ترکیب میشن با دروس مختلف. سه زدید، دوره زندیه. نه همون چهار هست. ربطش میدن آره دیگه. مهم اینه که اون عبارت از کتاب پیام شما هست. شما نمیتونید بگین جنگ نبر رو ما نخوندید. شما جنگ نبر رو خوندید و این چهار دوران رو در دروس تاریختون، در مطالعاتتون یک اطلاع و آمار اجمالی ازش دارید که بتونید تشخیص بدید که جنگ نرم با کدوم یکی هست. خب بریم سوال 53. سوال 53 رو چی زدید؟ آها 3 برای سوال 53 بود. 53 رو 3 گفتید. خب بسیار خوب. بریم توضیح بدیم 53 رو. مناسب ترین ترجمه عبارت شریف قرآنی و ان اعمل صالحا ترضاه در کدام گزینه آمده است؟ یک بخش از سوالات، شاید یک تا دو تا از سوالات شما از کتاب قرآنتون باشه. عبارت قرآنی، ترکیب قرآنی که تو کتابتون هست میاد و ترجمه اون رو از شما میخواد، ترجمه صحیحش رو. در ترجمه گفته کار نیکی انجام دهم که موجب خرسندی تو باشم. خیلی راحت میذاریمش کنار چون تو رو داریم و ما اصلا اینجا تو نداریم، ما خو داریم. کار نیکی انجام دهم که به آن خرسند هستم. نه هستم رو نداریم، پس اینم غلطه. کار نیکی انجام دهم که به آن خرسند هستی. کار نیکی انجام دهم که به آن خرسند هستی. دادم، این هم غلطه. گزینه 3 گزینه درست خواهد بود. بسیار خوب. کار نیکی انجام دهم که به آن خرسند هستی. خب چون این از سوالاتی بود که شما باهاش مشکل نداشتین، بریم گزینه سوال 54. خب جوابهای شما رو در گزینه 4 ببینیم. اجازه بدیم. جوابهاتون در گزینه سوال 54 چی زدید؟ 2. 54. من 54 رو بیارم. ای بابا. خیلی حساسه. حالا گفتگوی شما.
سه زدیم، سه دو دو سه، چهار زدید، چهار دو دو دو. خیلی خوبه، خیلی خوبه. خب بریم سوال 54. بله، مفهوم آیه رو بگیم کاملا. آیه گفته یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التقابن و من یؤمن بالله و یعمل صالحا یکفر عنه سیئاته و یدخله جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها ابدا ذالک الفوز العظیم. آیات مال سوره تقابونه. کلن طرح سوال نسبت به سوره تقابون ارادت خاصی دارم. آیات مال سوره تقابون هست. من دنبال یک اصطلاح اینجا میگردم. خب گفته که کدوم یکی مفهوم اشاره بهش نشده. حالا ما تک تک اینا رو میخونیم و بعد معادلش اینجا پیدا میکنیم. کار نیک موجب پوشیده شدن گناه می شود. یعمل صالحاً یکفر عنه سیئاته، از او گناهانش را می پوشاند. پس این هست. کافران پنداشتن که هیچگاه برانگیخته نمی شوند. من آیه رو دوباره پس ترجمه باید بکنم که به این مفهوم برسیم. گفته روزی که جمع می کند شما را. روز جمع کردن، روز گردآوری، منظور روز چیه؟ قیامت. و آن روزی است که شما، روز تقابله، روز خسرانه. و هر کس که ایمان آورد به خدا و انجام دهد کار نیک، از او پوشانده می شود گناهانش و داخل جنات بهشتی می شود که تجری من تحت الانهار خالدینن، در زیر اون رودهای جاری روان است و در آن چیه جاویدان هست، خالدین فیها، در بهشت جاویدان هستند. که چند نکته دیگه از این آیه رو بهتون میگم. ابدا ذالک فوز العظیم، و آن رستگاری بزرگ است. ببینید یکی از سوالاتی که تو آزمون ها میاد مفهوم و معنی بعضی از کلمات هستن که در جاهای مختلف معنی های مختلف میدن. یکی از اون کلمات یوم هست. یوم از اون دست کلماتی که توی یکی از آزمون هاتون که همون سال 95-96 بود که مال سوره تقابون بود، تو همون جا اومده بود که یوم در کدوم عبارت مفهومش با بقیه متفاوت هستش. یوم یه جایی معنی روز میده، همین روز عادی خودمون، یوم الجمعه، روز جمعه. ولی اینجا روز، منظور از روز، روز قیامت هست. پس کنار یوم که الان دارید توی سوالتون روز قیامت بنویسید. اینجا هم منظور قیامته. یوم اینجا هم منظور قیامت هست. بعد میرسیم به اینجا خالدین فیها. بحث ویژگی جاودانگی بهشت، جاودانگی بهش، که توی پیام هشتمتونم یک آیه داشتی که بهش اشاره شده. نمیگم، خودتون میرین دنبالش پیداش میکنین تو درس بهشت و جهنم، توصیف بهشت و جهنم هست. آیه هست مربوط به جاودانگیش. اگر کسی رفت پیدا کرد برای ما اینجا بیاره خیلی عالی میشه، ببینم چی کار میکنی. اما آفرین، ببینید با مفهومی که من الان خوندم شما اصلا برانگیخته شدگی رو در اینجا مشاهده نمی کنید. پس گزینه دو میشه گزینه درستمون. ما بقیه هم حل کنیم تا تثبیت بشه برامون اطلاعات دیگه. روز قیامت روز خسران و زیانکاریست. یوم تقابون، انجام عمل شایسته باید همراه با ایمان باشد. و من یؤمن بالله، هر کس به خدا ایمان آورد،
و عمل صالح انجام داد. اینم در مورد گزینه چهار. خب اینم از سوال 54. چهار چطوریه؟ گزینه سه رو زده بود؟ چرا سه؟ چرا سه نشه؟ چون یا روز خسران و زیانکاری است یا متقابل، برای عده روز خسرانه. خب بریم سوال 55. باز اگر سوالاتی که مورد داشته باشن اینها رو باز بررسی بیشتر میکنیم، میایم براتون حل سوء تفاهم میکنیم، یعنی حل میکنیم مواردی که اشکال داشته باشید. وقتمون فعلا گرفته نشه، خیلی بزرگش کردیم. خب بریم سوال 54. من واقعا کاری نمی کنم. یه خورده بزرگتر بشه از این. خب همین 55. ببینید، یکی دیگه از مدل سوالاتی که براتون تو آزمون میاد تصویره. حالا قبلا هم یه تصویر داشتیم، یک سوالی بود، حالا اون آزمایش رو بهتون میگم، که یه بره بود پشتش یه گرگ بود، که یعنی یک بره در گرگی، چجوری میگن، در لباس بره، درست گفتم یا برعکسش گفتم؟ ذات گرگ بود ولی لباسش لباس بره بود، که مال قسمت دوست یابیتون بود، که انتخاب در انتخاب دوست دقت بکنید تو درس پایه نهمتون، پیام نهمتون. تصویر امثال اینه، یه چکشی است داره به خودش میخ میزنه، میخایی رو که باید به در و دیوار و جاهای دیگه بزنه داره به خودش میزنه. حالا به خودش میزنه، باید ببینیم با کدوم آیه در اینجا تناسب بیشتری داره. شما از این دست سوال احتمال زیاد خواهید داشت، چون الان داره در حال تکرار هستش، یعنی یکی دو سالی هستش که ما تصویر داریم و آیه متناسب رو میخوایم. حالا آیات رو ترجمه کنیم ببینیم چطوریه. آیه اول میگه ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اینجا دقیقاً آیه کتابتونه. از چی صحبت میکنه؟ از اینکه اونهایی که گفتن پروردگار ما الله هست، سپس استقامت کردن، پس ترسی بر آنها نیست و اندوهگین نمی‌شوند. این آیه هم جز آیات مهمه، جز اون آیاتی هستش که توی سوالات و تست ها میشه سوال ازش درآورد. این اصلا ارتباطی به این چکش و میخ و یا کلن این که برداشت ما از این تصویر، این آیه اصلا ارتباطی نمیتونه داشته باشه. بریم بعدی رو نگاه کنیم. من ببینم شما چی زدید برای این. من توضیح ندم بعد شما جواب رو بگید. 55 رو چی زدید؟ 55 دو زدیم، 4 زدیم، 4 4 2 4. خب 2 4 4 اکثرا 4 زد. بسیار خوب. خوبه. یا ایها الذین، برای اونایی که 2 زدن، حالا علتی که 2 زدید چی بوده؟ میگه کسانی که ایمان آوردید، اگر خدا رو یاری کنید، خدا هم شما رو یاری میکنه، قدم هاتون رو محکم میکنه، تثبیت میکنه، استوار میکنه. الان یاری کردن در این آیه، شما چطور در این تصویر یاری رو از چی برداشت کردین؟ بچه‌هایی که 2 زدید،
ببینید یوسف اقدامکم گیج کننده نیست. من به شما گفتم لزومی نداره کل آیه رو مفهومش رو بلد باشید. اگر یک بخش از آیه رو هم تونستید ترجمه کنید، یاری کردن، اصلا یاری کردن در این تصویر برداشت میشه؟ نمیشه. اصلا یوسف اقدامکم شما بلد نباشید، ولی یاری کردن در این تصویر دیده نمیشه. بچه‌ای که دو زدن رو به من نظر ندادن ببینم که مشکلشون کجا بوده که دو زدن، رو چه کلمه دو رو زدن. آها، بدون یاری باعث میشه به خودمون آسیب بزنیم. نه نه، اصلا همچین تصویری، همچین برداشتی نمیشه. باعث میشه به خودمون آسیب بزنیم. نه متاسفانه. حالا بقیه‌اش رو ترجمه کنیم، بعد ببینیم آیا جملاتی که ترجمه می‌کنیم بهتر نیستن از اون برداشتی که شما کردین. و من لم یؤمن بالله و رسوله فإنا أعتدنا للكافرین سعیرا. یکی افرادی که کافر هستن ما براشون یک آتشی سوزان سعیرا مهیا کردیم، جهنم سوزان رو براشون اعتدنا مهیا کردیم. خب تو این تصویر اصلا گویای این مطلب نیست. میریم به چهار. چون چکش خم شده داره به خودش میزنه، به خودش میزنه، حالا چه خوب چه بد میزنه، یا مفیده میزنه غیر مفیده، درسته؟ یا مفید خواهد بود یا غیر مفید خواهد بود. تمام اعمالی که ما انجام میدیم همه سود و زیانش به خود ما برمیگرده. اینو خدا بارها گفته. و من عمل صالحا فل نفسه و من اساء فعلیها ثم الی ربکم ترجعون. دو تا بخش داریم. از اینجا به این طرف میتونید باز یک برداشت های دیگه هم بکنید. ربطش بدیم به یک سری آیات دیگه که شما مشابهش رو داشتید. اگر میتونید تمرکز دارید مطرح کنید، وگرنه من یه نمونه رو براتون بگم تا بدونید چه جوری هست، منظور من چیه. یعنی آیه ای رو بیارید که دقیقا همین مفهوم رو داره برای من بیارید. آره کارما، یه آیه برای من بیارید. ثم الی ربکم ترجعون. اینجا رو پس ترجمه کنیم، میگه هر کس کار نیکی انجام داد برای خودشه و هر کس کار بدی انجام داد بازم برای خودشه. چکش داره به خودش میخ میزنه. این میخ آیا مفیده؟ به دردش میخوره؟ میخ به ضررشه. کاری که من انجام میدم آیا به سود من هست یا به ضرر من هست؟ مهم اینه که به خود من برمیگرده. حالا برای من یک آیه مشابه بیاری. معنیشو بلدم. آفرین. انا لله و انا الیه راجعون. باری کلا دیگه. آفرین آفرین. ثم الینا ترجعون. احسنت احسنت، خیلی خوبین، خیلی خوبین. ببینید به همین راحتی شما یه قسمت از آیات هستن که معادل قرآنی دارن، معادل شعری دارن، معادل ضرب‌المثلی دارن، معادل تاریخی دارن. به همین راحتی آیات رو وقتی دارید میخونید، ترجمه میکنید، برای خودتون اون لحظه بگید من شعری بلدم، شعری داشتیم راجبی مطلب تو پیاممون بود که من ربطش بدم. همونجا برای خودتون یک بررسی بکنید این قضیه رو، هم شخم زدید اطلاعاتتون رو، همین که دامنه معلوماتتون رو گسترش دادید. ترکیب قرآن و پیام، پیام و قرآن و ادبیات و پیام و قرآن و مطالعات، منظور از ترکیب یعنی هم. ولیکن اکثر ناس و یزون و انفوس ها. خب نه، این هر کسی ذره کار بد انجام بده و هر کس ذره کار خوب انجام بده مربوط به این قسمت آخر نیست، مال آخرش نیست دیگه. خب بریم سوال 56.
برای من بازش کنین 56 رو. خب گفته کدام؟ خیلی حساسه. کدام عبارت شریف قرآنی درست تر ترجمه شده است؟ وقتی میگه درست تر یعنی ممکنه مثلا عبارت قرآنی یک اشتباه خیلی کوچولو داشته باشه، درست تر رو میخواییم، اون که دیگه کامل هست. و ما وصینا بهی ابراهیم و موسی و عیسی، ابراهیم و موسی و عیسی رو با آن سفارش کرد. ما ترجمه اینجا نشد، پس درست تر نیست. و این نکل تحتی الى صراط مستقیم، تو به راه راست هدایت شده ای. باز این نکل ترجمه نشد. قیل الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم هازا، و گفته شد، گفته می شود امروز شما را فراموش می کنیم چنان که دیدار امروزتان را فراموش کردید. نظرتون چیه؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن خلقهن العزیز العلیم، و قطعا اگر از آنها بپرسند که چه کسی آسمانها و زمین را آفرید میگویند خدای دانایی دوست داشتن. غلط داشت، چند تا غلط داشت. خب فکر میکنم به جواب اشاره کردم. سه درست. بسیار عالی، بسیار عالی. پس توی ترجمه ها هم دقت بکنید که اگر بعضی از عبارت ها شما فکر میکنین که درست ترجمه شده، در حالی که ممکنه یه ضمیر متصل ترجمه نشده باشه، ممکنه یک ان ترجمه نشده باشه، یک سری کلماتی مثل ل ترجمه نشده باشه، فعل زمانش تغییر کرده باشه. مثلا تو همین مورد آخر سئلت یعنی پرسیدی، در حالی که گفته بپرسند، سئلت هم پرسیدی از آنها، و قطعا اگر از آنها بپرسی چه کسی آسمانها و زمین رو خلق کرد، قطعا به تو خواهند گفت که کی؟ خداوند شکست ناپذیر دانا، نه دوست داشتنی. دانا آورده، دوست داشتنی اصلا کلن جا به جا آورده، که این خیلی غلطاش واضح هست. سوال 56. خب بریم به سوال 57 بپردازیم. سوال 57 دقیقا همون مدل سوالی بود که اونجا تو اون قسمت آیه بهتون گفتم که یوم در جاهای مختلف چطوری معنی میشه. این یوم رو قبلا هم جز سوالات تیسوشان بوده، امسال هم الان جز سوالات پارسال جز سوالات تیسوشان بوده. حالا بریم ترجمه کنیم ببینیم که در کجا متفاوته. هازا نزولهم یوم الدین، این پذیرایی آنهاست در روز قیامت. پس منظور از یوم اینجا قیامت، این یوم قیامت. اصلا سوره واقعه هرچی از واقعه باشه معنی قیامت میده، چون اکثر آیات سوره واقعه مال واقعه قیامت رو داره مطرح میکنه. یوم تجمعکم لیوم الجمع، روزی که جمع میکند شما را برای روز جمع‌آوری، روز گردآوری، که باز هم قیامت. یوم یسحبون فی النار علی وجوههم، روزی که در به چهره هاشون در آتش هستند، باز هم روز قیامت. خب گزینه 4 رو ببینیم چی میگه. هنگامی که ندا داده می شود برای نماز در روز جمعه، منظور روزه. پس متفاوت بودن گزینه 4. امیدوارم که این سوال رو درست زده باشید چون خیلی واضحه.
چهار زدین؟ سریع بیاین بگین چهار زدید. آفرین. اونایی که چهار زدن اعلام کنن. چهار چهار باریکلا باریکلا. آفرین، بسیار عالی. یک واو هم داریم، اینم بریم پیدا کنیم چند تا آیه برای جلسه دیگه. سعی میکنم منم براتون بیارم. یه واو داریم که حرف عطفه یا حرف اضافه است. یه واو داریم، واو قسم بهش میگن. واو قسم. والکتاب المبین، قسم به کتاب آشکار. یه جای واو، واو دیگه، و معنی و میده. اینم برین یک بررسی بکنید بعضی از آیات رو اگر تو کتابتون داشتید پیداش میکنید، اگرم نداشتین که قطعا دارید، چون دیدم دارم بهتون میگم. خب بریم آیه یا سوال 58. منم حتما شما خیلی 58 یه خورده بزرگ بشه. عبارت شریف قرآنی و من جا هدف اینما یا جا هدول نفسهی به چه معناست؟ میگه هر کس تلاش کند، فقط برای خودش تلاش میکنه. هر کس جنگید. ببینید جا هدف کلن معنی تلاش میده، پس من راحت گزینه دو و سه رو حذفش میکنم. یکی از راه های درست تست زدن اینه که شما وقتی به این مهارت رسیده باشید که در نگاه اول تو 10 ثانیه اول بتونید دو تا گزینه راحت حذفش کنید. تلاش، حالا 1 یا 4، هر کس تلاش کند پس قطعا برای خودش تلاش میکند. هر کس تلاش کند فقط برخلاف هوای نفس خودش جهاد میکند. ببینیم چی گفتین شما؟ یک رو انتخاب میکنید؟ آفرین. یا 4 رو انتخاب کردن؟ داشتیم کسی 4 انتخاب بکنه؟ آفرین. بهتون امیدوار شدیم. گزینه 1 درسته. بریم سوال 59 رو بررسی کنیم. 59 رو به من جواب بدید تا من جوابهای شما رو گوش کنم. آره دقیقا. والله خبیرون به ما تصنعونه. البته شما یک خورده اشتباهی تایپ داشتید. جهده تلاش کند، تلاش میکند، هر دو درست بوده. ببین بیشتر همین کلمه یاون و واو رو توی کتاب شما من بیشتر دیدم و تو سوالاتمون بیشتر اومده. اگر چیز دیگه بود حتما براتون تا جلسه آینده بررسی سوال رو بیارم. کدوم سوال؟ سوال 58 دیگه. خب بریم سوال 59. یه برگشت باید بزنیم به یکی از سوالات رو. 59 رو به من جواب بدید.
59 رو ببینم چی جواب دادید. دو چشم، 54 رو دوباره بررسی میکنیم. 54 رو دوباره بررسی میکنیم. یکی از سوالات رو باید دوباره بررسی کنیم. حالا من دقیق نمیدونم 54 بود کدوم بود. من برمیگردم یکی از سوالات رو دوباره بررسی میکنم. دو رو زدید. خب باز ترکیب قرآن و ادبیات رو دارید اینجا. گفته نه من بران گل آرز قذر سرایم و بس، یا سرایم و بس، که اندلی به تو از هر طرف هزارانند. یک آیاتی اشاره میکنه به این که هر آنچه بین آسمان ها و زمین هست و یا هر آنچه که در آسمان ها و زمین هست خدا رو چیکار میکنن؟ تسبیح میکنن. مفهوم این بیت شعره چون همه تون درست علامت زدید، 51 و 54 رو مجدد بررسی میکنیم. چشم، یادداشت کنیم اینها رو. چشم، برمیگردیم. چون دو رو علامت زدید و خیلی ساده است، آیا کسی که خلق کرد آسمان ها و زمین رو از خلقت حرف نمیزنه؟ آیا ندیدی که همانا تسبیح میکند برای او هر آنچه در آسمان ها، یا هر کس که در آسمان ها و هر کس که در زمین است، که گزینه دو درسته. سه میگه سپاس و ستایش برای خدایی است که برای اوست آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است، که مالکیت خدا رو داره مطرح میکنه. الذی له ملک السماوات والارض، باز هم مالکیت خدا در گزینه چهار مطرح میشه. پس گزینه صحیح ما گزینه دو خواهد بود. بریم سوال آخر رو هم بررسی کنیم، بعد برمیگردیم. بعد برمیگردیم به اون سوالاتی که خودم هم شک کردم الان، چون من سوالات رو حقیقتش الان دارم حلش میکنم. ترجمه کدام میگه از آیات شریف زیر صحیح نیست؟ کدوم گزینه رو برای این سوال علامت زدین؟ 60 و چی زدید؟ 4. شست، یک، برای شست، یک، بقیه هم جواب بدین، ببینیم شست رو چی زدید. اشتباهش چی بوده؟ اگر نظرتون یکه اشتباه رو هم به من بگید. کدوم کلمه؟ این آیات تقابونه ها، باز هم آیات تقابونه، سوره تقابونه. بعضی از سوره ها خیلی اشتراک داره با پیامتون، یکی از اون سوره ها تقابونه. بسیار عالی. مسیر رو درست ترجمه نکرده. مسیر میشه بازگشت. چه بد بازگشتیست یا چه بد سرنوشتیست، در حالی که اینجا چه بد راهیست آورده. ما بقیه گزینه ها چون درست هستن ما دیگه بهش اشاره نمی کنیم. اگر داخلش باز مطلبی هست میتونیم، مثلا گزینه سه اموالتون اولادتون آزمایش، وسیله آزمایش هستن و نزد خدا پاداش بزرگیست. این با درس جهادتون ارتباط داره، جهاد دفاعی توی پایه نهم درس دوازدهمتون، که شما یک تجارتی بین انسان و خدا رخ میده که در اون تجارت اموال و اولاد میشن مورد معامله و در ازاش خداوند به انسان پاداش بزرگ میده که همون بهشت برین هست، جنت داده میشه. اگر آیه رو دارید کتاب پیام نهمتون رو باز بکنید،
یشتری من المؤمنین اولادکم و انفسکم اولادکم و اولادکم و انفسکم جانهایتان را و مال و فرزندانتان را مالهایتان را. اونجا از مال صحبت کرد، اینجا حالا اولاد رو گفته. اینا همه میشن همون تجارتی که انسان با خدا انجام میده. این با درس دفاعیتون درس 12 ارتباط میتونه داشته باشه. این از آیات سوره تقابن هست، ولی که تو اون گزینه حذف شده بود اگه یادتون باشه، کسانی که کفر ورزیدن پنداشتن که هرگز مبعوث نمیشون. اگر این قسمت رو میآورد نیاورد تو اون آیات، ببینید زعم الذین کفروا لن یبعثوا، هرگز مبعوث نخواهند شد، برانگیخته نخواهند شد. این قسمت مربوط به اونجا میشه اگه یادتون باشه. خب معنیش مشخصه دیگه، بقیه گزینه ها معنیاش درستن. چی شو معنی کنم؟ 4 غلط داره؟ نه، کسانی که کفر ورزیدن پنداشتن هرگز مبعوث نمیشن. لن وقتی میاد هرگز میشه، مبعوث نمیشن. بگو آری. بذارید قول بلا، بگو آری. و ربی، قسم. این و وی قسم اینجا، وی قسم اینجا، وی قسم به پروردگارم، حتما له، حتما برانگیخته میشوید، شما برانگیخته میشوید. سپس ثم لتنبؤن، قطعا به آنچه که آگاه میشوید. لتنبؤن یعنی آگاه میشوید، از نبأ از خبر میاد. بما عملتم، به آنچه انجام دادید، آنچه کردید یا انجام دادید. و ذالک علی الله یسیر، و آن کار بر خدا آسان است. کاملا درست. مورد اشتباهی در گزینه 4 نیست. باز اگر شما اشتباهی میبینید بگید تا من رفع ابهام بکنم. ببینید وقتی سوالات رو، این موردی که دارم میگم بهتون جدی بگیرید. همونطور که من الان میام این گزینه ها رو براتون بررسیش میکنم، مثلا میگم سوال گزینه 3 مون به درس 12 پیام مربوط میشه، تو گزینه 1 کسایی که کافر شدن آیات رو تکذیب کردن اهل جهنم هستن، این باز توی پیام 8 داریم راجع بهش، تو پیام 9 راجع بهش داریم. اینها رو شما وقتی میخونید، صرفا وقتی که مثلا گزینه 1 رو علامت زدید، حتما 3 آیه دیگر رو هم بخونید و بررسیش کنید. حتما 3 دیگر شد ترجمه هاش رو با دقت، مفاهیمش رو با دقت در بیارید و تا جایی که میتونید ارتباطشون بدید. هر چقدر اگر ابیات شعر بلدی، یه دفتری چیزی برای خودتون درست بکنید، یه کناری ابیات رو کنارش بنویسید، ذره مثلی هماهنگ باهاش داری کنارش بنویسید. این کار انجام بدید، خیلی به دردتون میخوره. یعنی باید اینطوری درستون رو بخونید، باید قرآن و پیام اینطوری بخونید. اینکه فقط شما بخواید کتابتون رو بخونید و حفظ بکنید، حفظیاتش رو، خیلی نمیتونه کمکتون بکنه. شما حتما باید مفاهیم قرآنی رو بلد باشید. تو همین آیاتی که سوالاتی که الان دیدید، من سوالات رو اینجا یک جا برای خودم بیارم. تو همین سوالاتی که الان دیدیم شما ببینید چقدر ما آیه قرآن داشتیم، آیات قرآنیش خیلی زیاد بود. یا سوال قرآنی بود، جواب فارسی و پیام بود، یا اکثرش گزینه ها به صورت آیات قرآنی بود. پس توجه به آیات و مفاهیم قرآنی حتما بیشتر از قبل مورد نظر و توجهتون باشه که اگر میخواین درصد خیلی بالایی بزنید. قطعا آزمون‌های عمومی رو درصد بالا کمک بسیار زیادی بهتون میکنه و خیلی جدی بگیرید دروس ادبیاتتون، مطالعاتتون و قرآن و پیامتون. دروس عمومی درصد بالاش میتونه براتون سرنوشت ساز باشه. تمام توجهتون رو و تلاشتون رو به سمت اختصاصی ها نبرید،
یک خورده تقسیم توجهتون رو تقسیم بکنید بین این دوتا دروس اختصاصی و عمومی و از دروس عمومی و معجزه‌ای که میتونه براتون درصد بالاش بیاره تو آزمون تو معجزه بکنه غافل نشید. خب گفتیم سوال 51 رو مجدد بررسی کنیم. خب 51 رو بررسی میکنیم ببینیم نظرتون چیه رو سوال 51. ما یک رو گفتیم، 51 یک رو گفتیم. بعد گفتیم دیگه چه سوالی رو بررسی کنیم؟ سوالی که به من گفت 54. 54 ببینید ما الان آیه آخری رو که داشتیم، آیه آخر که داشتیم دیدید تو برانگیخته شدن مال همین سوره تقابل هم بود. ببین حتما نباید الله لا اله الا هو، نیست خدای جز خدای یگانه و بر خدا توکل کنید. توکل کردن رو شاید یکی از کارهای نیک باشه، دوری از گناه باشه. اجازه بدید سوال 51 باید ببینیم از چه منبع این رو، از چه کانالی وارد این سوال شده و منظور طراح چی بوده. اگر اون چیزی که من فکر میکنم باشه که من گزینه یک رو میگم، ولی باز یک بررسی دقیق تری نسبت به سوال انجام میدم و بهتون خبر میدم باز یک تفکر بهتر بشه. اگر میخواین که شک دارید واقعا خیلی سوره تقابل مد نظر شده ها، خیلی هرچی نگاه میکنیم سوره تقابل 54 رو که نه، 54 رو که مطمئن باشید دو میشه. من اینو بردم، فقط یک سوال رو اجازه بدید که من این سوال، نه اونم گزینه 3 میشه، 53 هم 3 میشه. یکی از دوستان شک داشتن که اون رو هم با اطمینان میگم 3 میشه. نه دیگه. خب نظر 60 جوابش چی شد بچه ها؟ 1 بود، مسیر اشتباه ترجمه شده بود. گزینه 1 مسیر اشتباه ترجمه شد. خب اگر نظری دارید بفرمایید، یا اگر چیزی هستش که دوست دارین برای جلسات آینده بیشتر بهش بپردازیم اون رو هم برای من مطرح بکنید، چون مبنای کار ما سوالات ترکیبی هستن دقیقا با همون سبک و سیاقی که آزمون تیسوشان براتون میاد. حالا یه تعدادتون نمیدونم، شاید دوست داشته باشید که آزمون نمونه دولتی هم داشته باشه. کسی هست که نمونه دولتی بخواد از هشتم زیاد بیاریم؟ من ترکیبی کار میکنم دیگه، سوالات ترکیبی رو میارم، چند مدل سوال میارم براتون تا آخر آزمون. شما 6 جلسه فکر میکنم دارین، سعی میکنیم پیام قرآن نهمتون و هشتمتون رو یه جورایی جمعش بکنیم. بعضیاتون نمونه هم میخوایم بدیم. ببین سبک سوالات نمونه یکی دو تلق ساده تر از سوالات تیسوشان هست. یعنی بچه هایی که میخوان آزمون نمونه دولتی بدن، اگر تو این مبحث الان درصد بالایی کسب کردن، پس تسلطشون نسبت به آزمون‌های نمونه دولتی خوب خواهد بود. یعنی نمیگم نخونید، بخونید، چون آزمون‌های نمونه دولتی هم ترکیبی کار میشه، ولی خب لذا خیلی وارد مفهومی، سوالات مفهومی نمیشه، سوالات چالشی خیلی برای آزمون نمونه دولتی
نمیاد و با توجه و اینکه قابل توجه اینکه فقط از پایه نهم هست، پایه هشتم رو ندارید، ولیکن آیات، ابیات اینها میتونه از هشتمتون بیاد، مطالب سوالات از نهمه، ولی اگر آیه بعد در گزینه ها داشته باشه که ارتباط داشته باشه میشه از هشتم سوال بیاد. ببینید درصد چند به بالا مشخص نمیشه چه درصدی، بستگی داره که بچه ها اون آزمون رو چیکار کرده باشن. اگر بالاترین درصد 70 باشه خب شما 60 درصد خوبیه، ولی خب اگر بالاترین 90 باشه باز 60 درصد جالب و قابل توجهی نیست. فقط 100، نه حالا فقط 100. ببینید اگر عمومیاتون رو درصد بالا بزنید مطمئن باشین که جواب خوبی خواهید گرفت. خب 100 درصد هم داشتیم؟ کسایی که 100 زده باشن؟ خب من درصد شما 9 تا درست، آفرین. 9 تا درست خیلی عالی بوده. دانش آموزمون که 9 تا درست داشته خیلی عالی. 8 تا درست هم خیلی خوب بوده باریکلا. برمانی که اولین آزمون بود که برگزار میشه 8 تا درست، 9 تا درست خیلی خوبه. دیگه اونایی که 7 تا داشتن یعنی 3 تا غلط داشتن اونا دیگه میاد تو رنج متوسط به بالا. ولی خب 8 تا 9، 9 مخصوصا خیلی عالیه. دو تا نزده خیلی خوبه، نزده خوبه. وقتی آزمون منفی هست، نمره منفی داره، نزده ها کمکتون میکنه. اینم خیلی نکته خوبیه ها. سعی کنید که اگر سوالی رو واقعا نمیدونید نزنید، چون خراب میکنه سوالاتی که برای زحمت کشیدید. پی دی اف قرآن هشتمتون رو من باز کنم. اگر اینجا صحبتی ندارید من برم پی دی اف قرآن هشتم رو یه بررسی بکنم، بهتون یاد بدم چطور بخونید. یه چند ثانیه دیگه صبر میکنیم ببینیم که خب سوال 60 رو به نتیجه نرسیدید هنوز؟ من متوجه نشدم الان شما چی گفتید آقای سال 60 الان بازه دیگه یک میشه. نه سال 60 موردی نداره، هم پی دی اف رو زحمت بکشید پی دی اف قرآن هشتم رو ببینید. پی دی اف قرآن هشتم رو نگاه کنید، وقتی میخوایم بخونید خیلی راحت از کنارش رد نمیشیم. میگه قد بسم الله الرحمن الرحیم، سوره مؤمنون هست، قد افلح المؤمنون، مؤمنان رستگار شدند، رستگار هستند. تو قرآن خیلی فعل مطرح نیست، مفهوم مهمه. الذین هم فی صلات، بعضی وقتا میبینید ماضی رو مضارع ترجمه کرده، مضارع رو ماضی ترجمه کرده، بارها دیدید فعل مثلا ضمیر ذالک رو آن رو این ترجمه کرده و یا برعکسش. کسانی که در نمازشان خاشع و فروتن هستند، والذین هم عن اللغو معرضون، کسانی که از سخن بیهوده رویگردان هستند، و لذین هم لزکات الفائلون، کسانی که زکات میپردازن تو درس انفاق پایه نهم. ببینید توی این عبارت ها الان وقتی من دارم این صفحه از قرآن رو میخونم به این نتیجه میرسم اینجا داره چیکار میکنه، ویژگی مؤمنان رو داره مطرح میکنه. اینجا داره برای من ویژگی های ویژگی های مؤمن رو داره مطرح میکنه. کسانی که زکات میپردازن، کسانی که پاک دامن هستن، عبارت مهمیه. خب این چند تا ویژگی مؤمنان بود. پس تو هر کدوم از گزینه ها این عبارت ها رو داشته باشی که مربوط بشه به اون ویژگی مؤمنان یا مربوط بشه به پیام های آسمانتون، خیلی راحت میتونید اینجا شما مفهومش رو برداشت کردید. به همین سبک بخونید، یعنی اینجا رو ترجمه میکنید و بعد چیزهایی که
به دردتون میخوره ازش بر میدارید. مثلا تو این آیات بره بالا، بره بالا یکم دیگه بره بالا. آها خیلی خوب، یکم بیاد پایین. ببینید تو این آیات این قسمت هم خوبه. سوال 8، کسانی که برای امانت و عهدشون چی هستن؟ خوشپیمان هستن، در پیمان و عهدشون پابرجا هستن، استوار هستن، محکم هستن. این امانتداری رو باز میرسونه به عنوان یه ویژگی مؤمن. کسانی که نمازشون رو حفظ میکنن به لحاظ اینکه اقامش بکنن، داشته باشنش. خب فردوس برای این منظور بهشته، در آن چی هست؟ جاودانم. باز جاودانگیشو گفتم به پیام هشتم تو مراجعه بکنی که انشالله این کاری کرده باشین. بقیه آیات مهم نیستن، تا پایان آیه 11 میتونه قابل تفکر باشه و بهش مراجعه بکنید و یک بار دیگه آیاتو ترجمه کنید. باز هم ما پیام قرآن و پیام و قرآن هفت و هشتم رو اینطور بهش گریز خواهیم زد، یعنی آیاتی که توی قرآن هشتمتون مهمتر هستن. من جلسات دیگه هر جلسه 3-4 دقیقه 4-5 دقیقه آخر رو اختصاص میدیم به این آیات و جدا کردنشون و اون قسمت هایی که خب حالا لزومی نداره بخونیدش و یا اصلا تناسبی با پیام و ادبیات حتی نداره، اونها رو براتون حذفش میکنم. مثلا قسمت آخر خیلی چیز خاصی نداره، میتونید حذفش بکنید. تا آیه 11 یاد داشته باشید به نتیجه مطلوب رسیدید. خب اگر صحبت و نظری هست من صحبتاتون رو گوش میکنم. جلسه آینده یک آزمون ترکیبی دیگه آماده باشید که احتمال زیاد 20 سوال خواهد بود. اونجا دیگه 20 تا سوال میاریم و باز بعد از اون آزمون یک نمونه از آزمون‌های تیسوشان رو باز براتون میذارم ببینم که چقدر روش کردید، درصدتون در چه حدی هست. با توجه به این جواب‌هایی که امروز به من دادید، همتون دانش آموزان کوشا و خوبی هستید و مطمئن هستم با همین روشی که الان دارین جلو میرین، با همین تلاش و پشتکارتون نتیجه مطلوب و خوبی رو خواهید گرفت. با امید اینکه موفق و معید باشید. خدا نگهدارتون.